باغبانان فصل فردا از جنگل سبز ساقه ها رویدند، تنومند و بیشکست، شرف بودن. مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ ستار باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟ پس پشت مرز و مکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می کند؟ ورنه این ستاره بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای تو ایمن می شود، چه مؤمنان نام مرا آباد و دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند پرواز. امروز میخوایم از اونها بگیم، از یکی از اون صدها و هزارها سرخ گلی که از درس و دبیرستان خودشون گذشتن و روونه کسب دانش آزادی خلقشون شدن تا گره از مشکل اونها باز کنن، از مواهب خوش دوران جوانی و زندگیشون گذشتن، چرا که همه اینها رو نه فقط برای خودشون که برای همه میخواستن. یکی از اونها که پا در این وادی عشق گذاشت آصف بود. با اون آشنا بشیم. مجاهد شهید فاطمه محمود حکیمی سال 1334 در خانواده‌ای متوسط در جنوب شهر تهران، خیابان شوش به دنیا آمد. در دوران تحصیلات متوسطه با درد و رنج مردم محروم آشنا شد و با مطالعه کتاب‌های سیاسی و زندگی‌نامه اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران احمد رضایی با مسائل سیاسی و سازمان مجاهدین خلق آشنا شد. وی بعد از سقوط دیکتاتوری شاه و سرکار آمدن رژیم خمینی، در حالی که 17 سال بیشتر نداشت، درس و تحصیل را رها کرده و از طریق خواهرش و یکی از معلمین هوادار به تشکیلات دانش آموزی سازمان وصل شده و فعالیت حرفه‌ای خود را در این بخش آغاز کرد. بعد از 30 خرداد سال 60 و شروع فاز نظامی و بگیر و ببندهای رژیم، فاطمه از جمله مجاهدانی بود که برای ادامه مبارزه و فعالیت‌های خود با روزگار شیرین زندگی در خانه مادری، محله و دوران کودکی و نوجوانی خود وداع کرد و به زندگی مخفی روی آورد. از آن پس هر هفته به خانه یکی از اقوام و آشنایان می‌رفت و همواره در این فکر بود که هفته بعد را در کجا سپری کند. فاطمه در سال 1360 حین اجرای یک قرار خیابانی توسط یک خائن شناسایی و توسط پاسداران رژیم دستگیر شده و به زندان ابی منتقل می شود. با آصف شروع کردیم و فهمیدیم که نامش فاطمه محمود حکیمی بود. این شروع علت داشت، برای اینکه اون تا آخرین لحظه
حتی نام اصلی خودش رو هم به جلاد نگفت. آصف فامیله مادرش بود که اون رو خیلی عزیز می‌داشت. ولی اجازه بدین از این به بعد اون رو به نام فاطمه بخونم. یکی از همبندی‌های فاطمه اون رو این طور توصیف کرده. فاطمه قدی بلند و چشمانی نافذ داشت. وقتی توی بند راه می‌رفت با چشماش با همه حرف می‌زد. همه اون رو هم فوق‌العاده دوست داشتن. با لبخندی که هیچ وقت از لبانش نمی‌افتاد به همه بچه‌های بند روحیه می‌داد. وقتی از شکنجه برمیگشت از همون موقع که در بند باز می‌شد و می‌اومد تو شروع می‌کرد به گفتن و خندیدن. اینگار نه اینگار که تا الان داشته کتک میخورده و شکنجه میشده. انسانی بود مستحکم با روحی سرشار از عشق و محبت به بچه ها. خیلی شلوغ و سرحال بود و از طرفی در مقابل دشقیم و پاسدارها اسیانگر، سرکش و مقابل. توی دادگاه آخوندی که نقش قاضی رو داشت و احکام رو ظرف چند دقیقه صادر میکرد حکم فاطمه رو 15 سال زندان اعلام میکنه. فاطمه با جسارت همیشگیش بلا فاصله چشمندش رو از چشمش بر میداره و در مقابل اون آخوند جانی این طور میخروشه: من مجاهدم و رهبرم رجبیه. 15 سال که سهله، اگه یک قرن هم توی زندون بمونم حتی یه لحظه هم دست از مبارزم نمیکشم. بعد آزادیم خون تک تک شما جنایتکارا رو خواهم. از گفتن این حرف‌ها وقتی هنوز جملات فاطمه به آخر نرسیده بود آخوند به اصطلاح قاضی که حسابی به خشم اومده بود میگه: برو که فردا تو این دونه نخواهی بود، حکم اعدامه. اطلاعات فاطمه تا زمانی که توی بند 240 بود در حقیقت لو نرفته و شناخته نشده بود، اما بعد از چند ماه حدوداً اواخر سال 60 یا اوایل سال 61 بود که یکی از خائنین توی شعبه 209 اون رو شناسایی کرد. بعد از اون 3 روز پشت سر هم برای بازجویی رفت و باز هم شکنجه های وحشیانه بود و باز هم مقاومت فاطمه. از بلنگو صدای کریه و منحوس زندانبان زن بلند شد که حدود 15 اسم خوند و از اونها خواست که به دفتر بند مراجعه کنند. ضربان قلب ها بالا رفت، چون هر اسمی که خونده می شد برای همه ما محرز بود که اون دیگه پیش ما بر نخواهد گشت و تقریبا همه می دونستیم که بازجویی در کار نیست. کسانی رو که خوندن تقریبا همه از بند ما بودن. در حالی که از اتاقها بیرون اومدیم، آصف، زهرا، فرح و سایرین رو دیدم که سرحال و شاد و خندان به سمت در بند می رفتن و ما در حالی که دلمون نمی خواست از اونها خدافظی کنیم و تای دل هنوز امید داشتیم که برگردن، دقایقی طول نکشید که برگشتن. به همه گفته بودن برید وسایلتون رو جمع کنید تا ساعت 4 بعد از ظهر بیاد. دیگه برای همه ما محرز بود که این آخرین ساعتی است که با همرزمان عزیز ما هستیم. همه دوروبرش رو میچرخیدیم، گاه اونا رو میبوسیدیم و گاه میگفتیم سلام ما رو به بچه ها، اونهایی که قبلن تیبارا شده بودن، برسونید. هممون حالات عجیبی داشتیم. آیا باید اون چی که میدیدیم باور میکردیم؟ آیا اینها همه خواب و کابوس نبودند؟ افسوس که همه چیز واقعی. بچه ها در لحظه های رفتن چقدر شاد و سرحال بودن و این ما بودیم که بغض جدایی رو در گلو و سنگینی اون رو همچون دماوند روی قلبمون احساس میکردیم. اما بالاخره تصمیم گرفتیم که فضا رو تغییر بدیم. بنابراین شروع کردیم به خوندن.
این صدا رو هنوز بعد از گذشته 22 سال از اون روزها در گوشم حس میکنم و همراه تنین صدای اون سرودخوانان آزادی، صدای سوت آصف در گوشم زنگ میزنه که همیشه به صدای سرودخونی بچه ها اضافه میشد. از ساعت 3 بعد از ظهر همه در دو طرف راهروی طولانی و تنگ و تاریک سبند صف کشیده بودیم، صفی طویل و فشرده برای آخرین وداع با مسافران سبکبال و عاشق و بیتا. نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاهراه های دور دست، به خاطر ناودان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. آصف که تا زمانی که در زندان بودم نفهمیدم اسم واقعیش چی بود، همچون سرداری جلوی همه حرکت میکرد و میگفت بچه ها عجله کنید، هواپیما میخواد پرواز کنه. وقتی نزدیک در بند رسید، ترانه همسفر رو با صوت زیبایی برای همون زد. با هویی تیز پاس وقتی نگاه میکرد، برق چشمانش زلالی چشمه بود که در میان چهره سفید چون مهتاب میدرخشید. وقتی او را برای آخرین بار در آغوش گرفتم و بوسیدم، احساس کردم تمام توانش را به من بخشید و لحظه بعد مثل کبوتر از میان دستانم پر کشید. باغبانان فصل فردا از جنگل سبز ساقه ها رویدم، تنومند و بیشکست، شرف بودن. Oh,
میپایم.